خب حالا که دیگه یاد گرفتید موکاپ درست کنید، میخوام یادتون بدم چجوری موکاپ جایگذاری کنید رو پروژه های حرفه‌ای که شاید دانلود کنید یا از این و اون بگیرید. مثلا اگر ما یه جلد سی دی مثل این داشته باشیم، من اینو کپی میکنم و میام در فتوشاپ، میبینید که من اینجا یک موکاپ دارم در مورد سی دی. خب اینجا دبل کلیک میکنم روی این نوشته، دبل کلیک کن اینجا، و اینجا در واقع وقتی دبل کلیک کردی یه PSP در واقع باز میشه و شما جای لوگو داری، جای تکست داری و جای یک گرافیک داری. من اینجا پیست میکنم این رو و بعد کنترل T میزنم. زمانی که اینو میخوام باز کنم سعی میکنم خلاصه برسونمش به منتهای لایه اینجا. همین الان اگر اینو ببندیم سیف کنیم، میبینید که در کار اصلی در واقع جایگذاری شد. تنها اشکالش اینجا این هستش که دبل کلیک کنیم مجدد. خب ما اینجا این رو نداریم، این لوگو رو اینجا رو دیگه نامگذاری نمیخواد بکنیم. البته اینی که من الان دارم استفاده میکنم یه نسخه خارجی است، خیلی تر و تمیزه. ولی میبینید که اگر جلد سی دی برای جایی میخواید بزنید و میخواید بهش نشون بدید، چقدر قشنگ جایگذاری میشه. حالا بریم یک کار دیگه مثل اینجا. مثلا میخواید ببینید، میخواید به طرف نشون بدید سایتت این شکلی باز میشه. خب مثلا رو ما اینجا مثلا میزنیم نسخه وبسایت روی گوشی، مثلا یه طرحی زدیم. حالا من که طرح ندارم که، میخوام از روی اینترنت کش برم، چیکار کنیم دیگه؟ فقط یادتون باشه عکسایی که میزنید باید فلت باشه. شما نمیتونید در واقع یه عکس کج و کوله بردارید بیارید، از اون دیزاینی که دارید عکس مستقیم بیارید. من واقعا نمیدونم از اینجا چجوری باید عکس مستقیم بیارم، اما میدونم که حالا مثلا یکی از اینا کپی کنم بیام اینجا. خب اینجا چی داریم؟ اینجا یه دونه اسمارت آبجکت داریم، دبل کلیک کنیم رو دامنیلزش، این عکسه. وقتی اینو پیست بکنم کنترل تی و بعد یکی از این باکسای گوشیشو مچ بکنم، چون استانداردم از خوشگل شد اینجا. زمانی که این رو ببندم و حتما سیف کنم اسمارت آبجکتم رو، میبینید که نشست داخل طرح گوشی من، محمد علی جناح تهران جاده ساحل، نام حالا بی آر تی خط ویژه اتوبوس. مثلا تبلیغ اپلیکیشن موبایل برای اتوبوس رانی است. اینجا یک کتاب داریم، میخوایم طرح یک کتاب بزنیم. مثلا طرح جلد کتاب زدیم، طرح جلد کتاب. شما ممکنه در این دیزاین ایلستریتور هر جایی کار کنید، جی پی جی یا اون عکس فلت رو ورمیدارید میارید اونجا. حالا مثلا من کدومی که از این رو کار کردم؟ یه دونه خوشگلش رو بیاریم، مثلا توتی، خلوت پرهیاهو توتی. یه کتابیست دیگه، من اینو در یک نرم افزاری مثل فوتوشاپ یا ایلستریتور یا این دیزاین کردم. یک زنی دارم گریباجی، صبح تا شب مشغول وراجیه، هیچی بلد نیست به جز اشکنه، هرچی به دستش بدم میشکنه. وای از اون روزی که مهمون داریم، مرغ و مسما و فسنجون داریم، حرف به گوشش میزنم کر میشه، کار به دستش میدهم شل میشه. لای 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 لای. دیگه دانلود شد شعر، بسته. هر وقت که دیدین دانلود طول میکشه، شما اجازه دارید که یک شعر با معنا، با معنا رفقا، از این انتخابات از این انتخابات اخیر در ایران متوجه شدم که واقعا وقتی خواننده عزیزمون میتونه سرنزی یا سر جمهوری دراره، چرا که ما نه، ما که فقط یه معلم معمولی هستیم. ببینید اینجا رو وقتی
داری لفت پیج میشه این، اینجا هم جل. من کاور رو اینجا جایگزین میکنم، دبل کلیک، باز باز شد، کنترل وی. اوه اوه اوه، ببین چقدر کارم نسبت به این کوچکه. بذاریم اینجا و و و بیا 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 آخش نسبتش خورد. اوکی شانسی آوردی، ولی خب انگلیسیه، فکر کنم چپش درست میشه. آه بله، باید این بیاد این طرف، اینجا میشه پشت کتاب ما. پس ما اینجا رو اشتب زدیم رفت. کنترل آلت زد، بله برگون دستت، آن دو هم بهمون نمیده. کنترل وی اینجا رو منچ میکنیم. بله خواننده های عزیزی داریم در کشورمون که در سیاست وارد میشن و ما رو خجالت میدن، اما احساس میکنیم آدم های نالایقی هستیم. ببینید من این رو سیو میکنم، الان یه اتفاقی میفته، این قشنگ میره اینجا میشینه اما ادامهش نمیره. ادامهش رو باید چیکار کنیم؟ ادامهش رو باید جداگانه درست کنیم. اینجا چیه؟ این است پایینه. اینجا باید ادامهش رو درست کنیم. برای اینکه اینجا ادامهش رو درست کنیم هیچ کاری نکرده برامون، یعنی اینجا اسمارت آبجکت نیست، یعنی باید عکسمون رو بذاریم خودمون اینجا رو درست کنیم و بیچاره میشیم. برای اینکه اینجا رو درست کنیم الان باید اینجا رنگ قرمز بزنیم، اگر پیش از اینکه اینو سراشو ببره و اینا اگر اسمارت آبجکت کرده بودن، اگر طرح کتاب رو اونجا میذاشتیم، مثلا این رو میگم، ببینید اگر من اینجای این کتاب رو روی این میذاشتم روز پایینش قشنگ میشه سو شیرازه دیگه، اینو بیشتر از این نمیشه. حالا میام اینجا، این دوتا، این دوتا وسط کتابه. خب من وسط کتاب باید باید طرح دیگه بیارم، درسته؟ طرح وسط من مثلا میذارم داخل کتاب. ببینم عکس رو در بخوری به ما میدن، باید باشه. چی شد؟ اینا چی؟ اینا چی؟ اینا چی؟ داخل کتاب برای من بایشه چی آور داخل؟ خب من دنبال این بودم که یه متنی چیزی برای داخل کتاب باشه، نیست. حالا مهم نیست، من اینجا left page right page رو پر میکنم، دبل کلیک کنترل وی، دیگه یاد گرفتید. اینجا واقعا دارم الان کار بی خود و اضافه ای میکنم، ولی خب دیگه حالا میخوایم صحنمون خوشگل شه. اینجا سیوش میکنیم، میشه left. اومد اینجا، ببین اینجا مش داده، اینجوری قوس برداشته، اونایی که اهل فتوشاپ هم میدونن. اینم که رایت پیج کنترل وی و اینو میذاریم اینجا. درسته که اینجا الان ذره بد دیده میشه پیکسل پیکسل، اما چون اینجا در واقع کوچکتر میشه بهتر. ببینید اینجا هم به خوبی طرح شما نشست و این موکاپ هم تموم شد. آخرین موکاپی که براتون انتخاب کردم یه موکاپ خاصه. ببینید این رو در واقع ما به این شکل باید در نظر بگیم، کسی که اینو ساخته اومده از 3D استفاده کرده و بعد تبدیلش کرده به اسمارت آبجکت و با سایه زدن اینا حالتهای از سوراخ شدن اون کار رو نشون داده. خب یا شما دبل کلیک کنید رو اسمارت آبجکتش، این رو در واقع اونجا دارید، یا شما یه همچین چیزی به اون تحویل میدید و بهش بهتون افکت میده، یا میرید لوگوتون رو میارید. مثلا لوگو چی بیارم؟ مثلا ایرانسل چجوری لوگوش؟ بد نیست برای این کار، بد در نمیاد. مثلا همین بذاریم ببینم پی ان جی داره که ما کارمون را بیفته، چون معمولا این عزیزان هیچی ندارن روی اینترنت قربونش بشن. بیا ما حالا
اینو ور میداریم خودمون میریم چرت و پرتاشو پاک میکنیم. چرا کنیم کپی ایمیج میایم اینجا پیست میکنیم. خب منتها من اینجا این رو انتخاب میکنم، و بعد کنترل ایکس کنترل وی اینو دیلیت میکنم، اینجا زرد رو ازش میگیرم دیلیت میکنم، این میمونه. اینو کوچک میکنم، فعلا دارمش برای این قسمت. MTNش هم اون قسمت میذارم. دوباره کنترل وی میزنم. این دیگه تو حافظه است. بعد دوباره از اینجا کلیک راست، کپی، پیست. اینو میبرم بالا. اینجا رو جدا شد. خب اینو میخوام جدا کنم. مجدد میام اینجا و کنترل ایکس کنترل وی. این خاموش. این دلیت. اینو میذارم اینجا. یک کمی هم با آلت و شیفت کوچکش میکنم. البته این انگلیسی خوشگل تر میشه بزرگش. اینو میذاریم اینجا. خیلی خوب. ببینید الان اگر من اینو سیف کنم ببینیم چی میشه. البته اینجا بذاریم ببینیم چی میشه. این برگردیم اینجا. اوه چه اسمارت آبجکتی میشه. البته باید اینجا یک رنگ منگش رو درست کنیم، چون فکر کنم به رنگش واکنش بدی نشون بده. شاید هم اجرا شد. بدک نیست. ببینید خب طرح ما رو برد زیر، سوراخ هم کرد بنزه کافی، ولی کن دقیق نیست، باید درست بشه. اگر رضایت میدید که رضایت میدید، اگر نمیدید دوباره باید اینجا دبل کلیک کنید. ببینید اینجا یه قسمتی داره که ما اینو خاموش کردیم اینجا، که من حالا اگر سمارتش هم کردم، من اگر اینجا بلندش رو باز کنم شما میبینید یه کالر اوورلی خاکستری اینجوری داره که حالا من شما رنگش رو بر میدارم. یه کپیه در واقع از اون شکل گذاشته زیر خودش. حالا ما این لازم نداریم، ولی من میام روی این، در واقع روی این ایران سله، میام این قسمت آبیشو از بین میبرم. ایران سل اینجا این نباشه. حتی یه خط نازک مون بدم هم نیومد. بعد بلندینگ میکنم، color overlay، همین رنگ رو اینجا پیست میکنم. این میدونم که میخواد از سیستم بامپ استفاده کنم. این یکی هم که ساده است، کلیک راست بلندینگ و color overlay اینجا پیست. این حالتی که الان اینجا ایجاد شد زمانی که بره اون طرف چون سوراخ میشه دیگه اون حالت شکل اولی که دیدید رو ایجاد میکنه. بنابراین موکاپ ها به این صورتن که یه نفر وقت گذاشته حالت های مختلف ازشون رو ایجاد کرده و شما تعبیر میده، شما جایگزین میکنید. موکاپ ها ببینید ایرانسل جا سوراخ شد چقدر قشنگ و این هم نوشت. این قالب اصلیش اینه که شما باید رنگ خاکستری بهش بدید. اون خط دور رو هم میتونستیم بدیم بهش و اینجا یه بیزی هم اینجا می افتاد، ولی به شرطی که با همون رنگ کار کرد. اوکی دیگه کار ما تموم شد. من برای شما یه تعدادی موکاپ درست کردم، موکاپ های حرفه‌ای که موجوده در بازار و شما رفقا میتونید دانلود کنید، بخرید و استفاده کنید. من یک سری موکاپ ارزشمند رو به درد بخور برای شما در کانال تلگرامم میگذارم که میتونید اونجا دانلود کنید و مراقب خودتون باشید و
ماچ ماچ تا آینده دور. من خواهم استاب کنیم فیلم رو.